ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دکتر صاحبایی که درس را از طریق ویدیو دنبال میکنن. امروز میخواییم به تعقیب درس های فیزیولوژی درباره عضله قلب و درباره اکشن پتانسیل عضله قلبی صحبت بکنیم. ما و شما در ویدیوهای قبلی فهمیدیم که خود قلب یا اینمی کاردیاک ما و شما در حقیقت به عنوان یک پمپ عمل میکنه. اینمی قلب ما و شما خودش عموما از دو پمپ جداگانه تشکیل شده، یکی رایت پمپ، یکم لفت پمپ. شما میفهمید که اگر این قلب باشد، اگر این قلب را ما شما این قلب در نظر بگیریم، قلب راست ما شما چی میکنه؟ خون را از بطین راست پمپ میکنه در کجا؟ در شوش، اگر لنگس باشه، و دوباره خون وقتی که در شوش آمد از شوش دوباره میاد در چی؟ در لفت آتریوم. پس ما اینمی دورانی که خون از قلب میاد به شوش و دوباره از شوش به قلب برگشت مونه، اینمی رو ما و شما که به نام پالمونری سرکولیشن یاد مونی؟ سرکولیشن یاد میشه؟ پس رایت پمپ یا قلبی راست باعثی راندن خون در پالمونری سرکولیشن میشه. و دوم لفت پمپ. شما میفهمید در لفت پمپ خون از بطین چپ پمپ میشه در کجا؟ در باری، و بعد دوباره از باری میاد در کجا؟ در رایت آتریوم. اینه میره ما شما به نام سیستمیک سرکولیشن یاد کردیم. پس اینی لفت پمپ اونمو پمپی است که باعث به وجود آمدنی چی میشه؟ سرکولیشن به وجود میاره. پس هرگاه ما و شما بخوایم درباره کاردیاک مسل صحبت بکنیم، کاردیاک مسلز بسید عموم، قلب ما و شما از سه عضله جداگانه تشکیل شده، سه نوع عضله ای که در بدن ما و شما در قلب ما و شما وجود داره. یکی عضلاتی که در تشکیل اوزین ها به کار رفته آرچیل مسلز، یکی اونمو عضلاتی که در تشکیل وینترکل ها به کار رفته، و یکی فایبرهای عضلی خاصی انتقال دهنده در قلب، اسپیشالایزد اکسایتوری اند کاندکتیو مسلز فایبر. این دو نوع از فایبرهای عضلی، عضلی که در تشکیل اوزین و عضلاتی که در تشکیل بطین نقش داره، اینا همانند عضلی اسکلتی یا اسکلتال مسلز، اینا کانترکشن انجام میده، فقط اینا کانترکشنشون کمی دیوریشنش طولانی، کمی صفحه طولانی یا پرولانگه نسبت به چی؟ نسبت به اسکلتال مسل. اما اسپیشالایزد اکسایتوری اند کاندکتیو فایبر، اینا زیادتر فایبرهای تقلصی اکتین و مایوزین نداره، اینا زیادتر در انتقال سیگنال های تولید شده در قلب نقش عمده داره دارایه. ما زمانی که درباره عضله قلب صحبت کنیم یا درباره تحریک عضله قلب و یا اکشن پتانسیل عضله قلب، هدف ما شما فعلا درباره چیه؟ عضله ای که در تشکیل اوزین و در تشکیل بطین نقش داره. اوزین و بطین از دو نوع عضله ای که از همدیگه جدا تشکیل شده، طور که هر کدام از نوع جداگانه تقلص یا کانترکشن انجام میده. از اون خاطر میگه که اینمی قلب ما یا کاردیاک ما شما از دو سنسیشیم عضله تشکیل شده، یکی آتریال سنسیشیوم، یکیم وینتریکولر سنسیشیوم. در چی؟ در اوزین و بطین.
مایوفیبرل ها یا رشته های عضلی یا فایبر های عضلی قسمی با همدیگه یک جا شده که غشای حجروی یا سارکولیمای از اینا با همدیگه یک تایت جنکشن ها را به وجود میاره. اونمو صحیح که سارکولیمای یک فایبر عضلی با فایبر عضلی دیگه با همدیگه ارتباط برقرار کرده، اونمو صحیح به نام انترکلاتیت دیسک یاد مونه. در این صحات گپ جنکشن های وجود داره که گپ جنکشن ها باعث انتقال سری سیال ها از یک فایبر عضلی به فایبر عضلی دیگه میشه. اما متوجه باشین که وقتی سیگنال میایه عضلات چی را؟ عضلات عضین را تنبیه کرد، اینمی سیگنال از فایبر های عضلی عضین مستقیما به بوده انتقال نمیکنه، بلکه اینمی عضین و بوتین فایبر های عضلی از این توسط نشت فیبروزی خاص از همدیگه جدا شده که اینا قدرت انتقال سیاله را از عضین به بوتین نداره. از او خاطره که سیگنال از عضین به بوتین توسط یک بندر خاصی که مربوط به چی میشه؟ مربوط به specialized excitatory and conductive fiber ها میشه که به نام AV یا atrioventricular bundle یاد مونن، بندل یاد میشه، توسط زو انتقال پیدا میکنه. اما عضلاتی که عضین تشکیل داده و عضلاتی که بوتین تشکیل داده هر دوی از اینا بینون یک سنسیشیوم، بینون یک مجموعه، بینون یک عضله اینا عمل مونه. از اما خاطره که وقتی سیگنال می عضین را چه تحریک میکنه، هم عضین چپ و هم عضین راست همزمان تقلص انجام میده، به خاطر که این سیگنال توسط اینمی گپ جنکشن هایی که در انترکلاتر دیسک وجود داره سری آزادانه چه انتقال پیدا میکنه. و اما قسم عضلاتی که بوتین چپ و بوتین راسته تشکیل داده هر دو از بین اون یک سنسیشیوم عمل مونه، اینا همزمان وقتی که یک فایبر از اون تقلص بکنه کل نظم فایبرها همزمان تحریک میشه و تقلص انجام میده. از اون خاطر کوزین و بوتین عضین چه بوتین راست و بوتین چپ همزمان هر دوش چی میکنن؟ کانتراکشن انجام میده. خب حالا وقتی که ما کمی درباره از این فهمیدیم، میم درباره اکشن پتانسیل عضله قلب صحبت کنیم. میم صحبت کنیم که اینمی یک تنبیه، یک سیگنال چی گونه اینمی عضلات عضین و عضلات بوتین را اینا چی میکنن؟ تنبیه میکنن. از او خاطر بحثی ما و شما درباره اکشن پتانسیل کاردیاک مثلا شما قبلا خواندین. اگر ما شما ایرا چه ایرا غشای حجره در نظر بگیریم، این بیرون اوتساید یعنی داخل یا انساید شما میفهمین که در بیرون غلظت آیون سدیم زیاده، برای علاوه آیون سدیم غلظت آیون کلسیم، غلظتش در بیرون زیاده، اما در داخل حجره شما میفهمین که غلظت پتاسیم زیاده، غلظتی پتاسیم زیاد. شما زمانی که یک فایبر عضلی در نظر بگیرین، در غشای یک فایبر عضلی بعضی از کانال های وجود داره که اون کانال ها در انتقال دادن آیین ها نقش داره. مثلا کدام کانال ها وجود داره؟ کانالی که وجود داره یکی، کانال اول، کانالی که مربوط به سدیم میشه، ولتیج گیت سدیم کانال، کانال اول به رنگ وازی نوشتم، اینجی نوشتم اونم ولتیج گیتد سدیم کانال. دومش کانال دیگه که وجود داره، کانال کلسیم یا میگیم کلسیم گیتد کانال و دیگه کانال چیه؟ کانال پتاسیم کلسیم و هم کانال پتاسیم. پتاسیم گیتد کانال یعنی یا ولتیج گیتد پتاسیم کانال. شما قبلا در چی خواندید؟ در اکشن پتانسیل خواندین. اگر ما شما گراف در نظر بگیریم، در حالت استراحت غشای حجری ما شما پتانسیل داخلش منفی و بیرونش مثبته، طوری که اینمی رستینگ
میمبران پتانسیل در عضله قلبی و عضله اسکلتی تقریبا برابره که برابر به منفی 90 الا منفی یا الا منفی 85 میلی ولت میشه. زمانی که یک سیگنال میه، زمانی که یک سیگنال آمد، یک تنبیه میه، یک استیمولی میه، یک استیمولی آمد، یه استیمولی چی میکنه؟ یه استیمولی باعث میشه که سودیم گیتد کانال باشه یا ولتیج سودیم گیتد کانال باشه. زمانی که گیتد سودیم باشد، در نتیجه مقدار زیادی آیون سودیم از بیرون داخل میه، در نتیجه داخل از طرف منفی چی میشه؟ از طرف منفی ای چی میشه؟ اگر ترشول پتانسیل باشه، در نتیجه بابا شدن اینمی سودیم گیتد کانال که به نام فست کانال هم میگه، فست سودیم کانال هم یادمونه. زمانی که اینمی کانال باز میشه، دفعتاً مقدار زیاد از آیون سودیم داخلی حجره انتقال نه، داخل فایبر عضلی انتقال نه، در نتیجه اینمی پتانسیل از منفی، پتانسیل منفی غشا دفعتاً کسی چی میشه؟ به طرف بالا، به طرف مثبت شدن نه آن نه بلاخره چی؟ به مثبت 20 میلی ولت میرسه. اینمی عمل باعث دیپولاریزیشن میشه، دیپولاریز میشه. زمانی که اینمی دیپولاریزیشن واقع شد، مقدار زیادی از سودیم داخل آمد، بعدش چی میشه؟ دوباره اینمی کانال سودیم بسته میشه. وقتی کانال سودیم اینجا بسته شد، کانال سودیم بسته شد، چی میشه؟ کانال پتاسیم باز میشه، کانال پتاسیم باز میشه. وقتی کانال پتاسیم باشه، این کانال باشه، در نتیجه چی میشه؟ پتاسیم از بیرون داخل میره، از خارج، از داخل به طرف بیرون میره، از داخل حجره بیرون میره. دوباره وقتی که آیون سدیم مثبت از داخل بیرون بره، باز داخل چی میشه؟ داخل منفی میشه، بیرون دوباره مثبت میشه. پس دوباره پتانسیل چی میشه؟ دوباره به طرف پایین میاد. اما امیکی که یک مقدار کمی از پتاسیم از داخل بیرون میره، اون در همون زمان چی میشه؟ گیج کلسیم باز میشه. و گیج کلسیم وقتی که باشد، در نتیجه کلسیم از بیرون چی میشه؟ از بیرون داخل شدن گیج کلسیم، گیج چی؟ ببینید با باشدن گیج کلسیم، گیج پتاسیم بسته میشه. این گیج وقتی که بسته شد، یک مقدار زیادی از کلسیم از بیرون داخل میشه. از همون خاطر که از منفی شدن آنی غشا جلوگیری مونه، در نتیجه یک صفحه تشکیل میشه. در عضله اسکلتی صفحه تشکیل نمیشه، اما در اینجا ببینید یک صفحه تشکیل میشه. دفعتاً داخل چیه؟ داخل منفی نمیشه. اینمی آمدنی کلسیم با شدن کانال کلسیم که به نام سلو کلسیم کانال هم یاد میشه. اینمی باعث میشه که از دفعتاً منفی شدن داخل حجره جلوگیری بکنه. در نتیجه اینجا یک صفحه تشکیل میشه. بعد از مدت 0.2 سکند که آیون کلسیم داخل میه، دوباره اینمی گیج کلسیم دوباره بسته میشه. وقتی گیج کلسیم که دوباره بسته شد، این دفعه دوباره چی میشه؟ دوباره گیج پتاسیم باز میشه. وقتی گیج پتاسیم باز شد، مقدار زیادی پتاسیم بیرون میره و در نتیجه وقتی که مقدار زیادی پتاسیم بیرون بره، دوباره که چه پتانسیل غشایی میاد به طرف چی؟ به طرف منفی و به طرف رستینگ میمبران پتانسیل سقوط مونه. اگر ما و شما به صورت مشخص بیایم درباره اکشن پتانسیل عضله قلبی صحبت بکنیم، میگیم اکشن پتانسیل عضله قلبی چند صفحه داره. اول فیزی صفر، فیزی دیپولاریزیشن. فیز دیپولاریزیشن چی زمان واقع میشه؟ زمانی که یک تنبه، یک سیگنال آمد، در نتیجه سیگنال باعث میشه که کانال سودیم باشه، فست سودیم کانال باز میشه، اوپن میشه. باشدن اینمی سودیم کانال یا ولتیج گیتد سودیم کانال باعث میشه مقدار زیادی از سودیم از بیرون داخل بیه و در نتیجه چارج دوباره به طرف مثبت، سریع مثبت شوه. این باعث دیپولاریزیشن میشه. بعد وقتی که این به مثبت 20 میلی ولت میرسه، مقدار کافی سودیم داخل میه، این دفعه فیز دوم شروع میشه. مرحله دوم که فیز یک نامیده میشه، فیز یک یا فیز شروع ریپولاریزیشنه. اینی شیشن آف ریپولاریزیشن
در فیز شروع ریپولاریزیشن چی میشه؟ در اینجا اول گیتای سودیم بسته میشه، کلوز سودیم کانال ها، و دوم چی میشه؟ پوتاشم گیتد کانال باز میشه، اوپن ولتج گیتد پوتاشم کانال، یا ساده بگیم پوتاشم کانال باز میشه. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه خاصه چیه؟ یک مقدار از پوتاشم از داخل بیرون میره و در نتیجه دوباره چی میشه؟ دوباره چارج به طرف پایین سقوط مونه، پتانسیل به طرف پایین سقوط مونه. به این مو شما میگیم شروع ریپولاریزیشن. بعد ببینیم فیز بعدی شروع میشه. فیز بعدی فیز دویه، فیز دو یا فیز پلیتا، پلیتو. اونم صفحه تشکیل میشه. ببینین در این صفحه چی واقع میشه که بس به وجود آمدن فیز پلیت میشه. اول در اینجا وقتی که این پوتاشم گیتد کانال باز شد، وقتی که پوتاشم بیرون رفت چارج سقوط نه، پتانسیل داخل سقوط مونه، اما دوباره اینمی پوتاشم کانال کلوز میشه و چی میشه؟ و دوم کار دومی که در اینجا واقع میشه سلو کلسیم کانال باز میشه، و در نتیجه کلسیم چی میشه؟ از بیرون داخل میه و در نتیجه از منفی شدن آنی پتانسیل قشا جلوگیری میکنه. خب بعد وقتی این صفحه این فیز تکمیل شد، این دفعه چی میشه؟ فیز سوم چیه؟ فیز سه، مرحله چهارش فیز سوم نامیده میشه. فیز سوم مرحله رپید ریپولاریزیشنه، ریپولاریزیشن سریعه، رپید ریپولاریزیشنه. چی میشه در اینجی؟ در این حالت دوباره در رپید ریپولاریزیشن چند کار میشه؟ اول گیتی کلسیم دوباره بسته میشه، کلوز کلسیم کانال بسته شد. دوم دوباره پوتاشیم کانال باز میشه، اوپن پوتاشیم کانال پوتاشیم باز میشه. وقتی کانال پوتاشیم باز شد چی میشه؟ مقدار زیادی پوتاشیم از داخل بیرون میره. وقتی چارج‌های مثبت از داخل بیرون بره، بیشتر داخل منفی میشه و دوباره گاز بیرون مثبت میشه و در نتیجه ای به طرف رستینگ میمبران پتانسیل سقوط میکنه. آخرین مرحله، مرحله فیز 4 یا مرحله پنجم یا فیز 4 ما و شما، فیز 4 ما و شما اونمو فیز رستینگ میمبران پتانسیل یا پتانسیل زمان استراحت، یعنی فیز 4 ما و شما فیز 4 نشانه میگه فیز 4 ما و شما فیز چیه؟ رستینگ میمبران پتانسیل، که در اینجا دوباره اونمو پتانسیل منفی 85 الی منفی 90 میلی ولت ساخته میشه، که در اینجا شما میفهمید سودیم پتاشیم لکاش چینل و سودیم پتاشیم پمپ نقش داره، که در نتیجه با کمک سودیم پتاشیم لکاش چینل و دوباره سودیم پتاشیم پمپ دوباره چی میشه؟ با مصرف انرژی دوباره پتاشیم هایی که بیرون رفته بود از بیرون داخل میره و دوباره سدیم هایی که داخل آمده بود دوباره از داخل چی میره؟ بیرون میره و دوباره اونمو حالت رستینگ میمبران پتانسیل ساخته میشه. از او خاطر هر کس شما پرسونه که اکشن پتانسیل عضله قلبی چند مرحله داره، شما میگین 5 مرحله. فیز 0 داریم که در فیز 0 فیز شروع دیپولاریزیشن زمانی شروع میشه که چه سیگنال باعث باز شدن چی شد؟ باعث باز شدن سودیم کانال شد. فیز 1 فیز شروع ریپولاریزیشن، شروع ریپولاریزیشن شروعی که با گیت پتاشیم باز میشه و گیت سودیم بسته میشه. بعد فیز پلاته، فیز دوم شما فیز پلات یا صفحه‌ای که تشکیل میشه، ما پیشتر گفته بودیم که یکی از فرقهای بین عضله اسکلتی و عضله قلبی است که عضله قلبی کنتراکشنش طولانیه، اما عضله اسکلتی کنتراکشنش طولانی نیست. اینمی پلیت، اینمی کلسیم سلو کانالی که باز میشه در عضله اسکلتی وجود نداشت،
از خاطر اونجا ریپولاریزیشن سریع واقع میشد، اما در اینجا یک صفحه تشکیل میشه، بعضی یک صفحه تشکیل میشه و زمان ریپولاریزیشن واقع میشه. از خاطر فیز پلیت و فیز دوم شما بعض از او فیز پلیت زیادتر کانال پتاسیم بسته میشه و کانال سدیم باز میشه. بعد فیز ریپولاریزیشن سریعه، فیز سه ما شما ریپید ریپولاریزیشن که در اینجا شما میفهمین که دوباره ای گیت کلسیم بسته میشه و ای گیت پتاسیم باز میشه. در نتیجه که پتاسیم از بیرون از داخل بیرون میره، وقتی پتاسیم از چه از داخل بیرون رفت در نتیجه که سری چارج داخل منفی میشه و دوباره به حالت رستینگ میمبران پتانسیل سقوط میکنه. آخرش و مرحله رستینگ میمبران پتانسیل که دوباره توازنی آینه ها در دو طرف قشا وجود بیه که سدیم ها پس بیرون بره و پتاسیم ها پس دوباره داخل بیه، که در اینجا شما میفهمین سدیم پتاسیم لکاش چینن و سدیم پتاسیم پم نقش کرد. شما در درس های بعدی قبلی خوانده بودین. بازم تشکر از توجه شما. این بود درس امروز و یادتون نره چینل را لایک کنین، سابسکرایب کنین و با دوستانتون شریک بسازین.